به نام خالق هنر. سلام. به بهانه ساخت اسپیناف های سریال بازی تاج و تخت، قصد دارم که توی یک سری ویدیو به بررسی خاندان های سلطنتی و چگونگی به قدرت رسیدنشون بپردازم. اگه از طرفدارای این سریال هستین، این ویدیوها میتونه براتون جالب باشه. سعی میکنم توی این فصل از برنامه به صورت سریالی و در فضای متفاوت به شکل روایت داستان اطلاعات مفید و جذابی رو در مورد این خانواده در اختیارتون بذارم. اطلاعاتی که توی سریال کمتر بهشون اشاره شده و مربوط میشه به مجموعه کتاب‌های جورج مارتین. اگه میخواین که قسمت‌های بعدی این برنامه رو از دست ندین، یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید. قسمت اول، وستروس. قبل از ورود به تاریخچه خاندان‌های اصلی، باید به وستروس بپردازیم. یکی از قاره‌های چهارگانه در سرزمین‌های شناخته شده این افسانه. قاره‌ای که بخش اعظم اون به وسیله هفت پادشاهی فرمان روایی می‌شد. در بخش‌های شمالی دیوار یخی، اقوام آزادی زندگی می‌کنند که تحت فرمان روایی هفت پادشاهی نیستند. کل سون کینگدام یا هفت پادشاهی توسط لرد بزرگی فرمان روایی میشه که در پایتخت و بر روی تخت آهنین میشینه. تاریخ وستروس به قبل و بعد از فتح برمیگرده. یعنی دوران قبل از فتح وستروس توسط ایگن تارگاریان ما قبل تاریخ حساب میشه. میخواییم به 12,000 سال قبل از فتح وستروس سفر کنیم. دوران نخستین قبیله، بچه های جنگل. تا قبل از ورود بران استارک و مواجه شدن با بچه های جنگل در محل زندگی کلاغ سچشم، ساکنان وستروس بر این عقیده بودند که نسل بچه های جنگل منقرض شده. قبیله ای انسان مانند که با استفاده از درختان مقدس به جادویی دست پیدا کردند که بتونن برای دفاع از خودشون ازش استفاده کنن. بعد از ورود اولین انسان هایی که پا در قاره وستروس گذاشتن، یعنی مردان نخستین، بین بچه های جنگل و این گروه تازه وارد نبردی صورت گرفت. جنگی که بعد از 2,000 سال با معاهده صلح خاتمه پیدا کرد، که در واقع به خاطر قوای بیشتر مردان نخستین، سبک زندگی بچه های جنگل به انزوا کشیده شد. این انزوا نتیجه خوبی در بر نداشت و سرانجام باعث شد بچه های جنگل برای دفاع از خودشون انسانهایی رو به موجوداتی آندد یا فناناپذیر تبدیل کنند. در واقع خالق واکرها بچه های جنگل بودن. بعد از انزوای بچه های جنگل، مردان نخستین وارد عصر تازه‌ای شدند. عصر قهرمانها. این دوران همونطور که از اسمش پیداست، دوران پیدایش قهرمانهای افسانه‌ای بود که اسمشون در تاریخ وستروس ثبت شد. دورانی که خاندانهای بزرگ در اون شکل گرفتن. دورانی که برن معمار سازنده دیوار شمالی در اون زندگی میکرد. عصر قهرمان‌ها داشت خوب پیش میرفت تا اینکه تاریکی‌ها فرا رسید. لانگ نایت یا شب طولانی، آخرین باری که وایت واکرها قبل از دوران سریال بازی تاج و تخت با انسان‌ها روبرو شدند. 8,000 سال قبل از فتح وستروس. همونطور که در طول سریال چند بار دیدیم، برای هزاران سال انسان‌ها فکر می‌کردند که داستان‌های وایت واکرها و اتفاقات شب طولانی مربوط به داستان‌هاست و واقعیت نداره. اما ماجرا چیز دیگه‌ای بود. بعد از خلق وایت واکرها توسط بچه‌های جنگل و زیاد شدن تعدادشون، اونا تونستن به خالقشون چیره بشن و خودشون رو از بند رها کنن و زمستانی رو به وجود بیارن که به اندازه یک نسل دوام پیدا کرد. زمستانی که شب طولانی لقب گرفت. هزاران گرسنه در حالی که محصولات زراعی در زیر خروارها برف دفن شده بود. در تاریکی و سرمای شب طولانی، وایت واکرها از دورترین مناطق شمالی و از سرزمین‌های همیشه برفی به وستروس هجوم آوردند. در پی حمله وایت واکرها، اتحادی بین بچه‌های جنگل و مردان نخستین شکل گرفت و منجر به جنگی شد به نام نبرد برای سپیده دم. نبردی که در نهایت وایت واکرها در اون شکست خوردن و به شمالی ترین نقطه شمال، یعنی سرزمین های همیشه برفی، عقب رونده شدن.
دیوار یخی با استحکامات عظیم و بالای 200 متر ارتفاع در شمال از یک طرف قاره به طرف دیگه کشیده شد. دیواری که با همکاری مردان نخستین، بچه‌های جنگل و جاینت‌ها ساخته شد. افسانه‌ها میگن که بچه‌های جنگل از جادوی قوی در ساخت دیوار استفاده کردند که از عبور وایت واکرها جلوگیری می‌کنه. بعضی از اقوام انسان‌ها بعد از ساخته شدن دیوار در کنار جاینت‌ها و اندک باقی مانده بچه‌های جنگل در شمال دیوار به زندگی ادامه دادند و قبیله وحشی‌ها رو به وجود آوردند. مردان نخستین در شرایطی که به تازگی حمله وایت واکرها رو دفع کرده بودند، با یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ وستروس مواجه میشن. حمله آندل‌ها. آندل‌ها نژاد دیگه‌ای از انسان‌ها بودند که از قاره مجاور به وستروس هجوم آوردند. قاره اسوس. اونا از طرف خدایان هفتگانه خود دستوری دریافت کردند که سرزمین خودشون رو ترک کنند و وستروس رو فتح کنند و در نهایت موفق شدند. و مردان نخستین باقی مانده به خاطر درگیری‌های متعدد و اختلافات مذهبی با آندال‌ها به سمت شمال وستروس مهاجرت کردند، در کنار اجداد خانواده‌های استارک و مورمونت. ورود آندال‌ها بخش عمده مذهب، فرهنگ و روش زندگی وستروس کنونی رو شکل داد. اصولی مثل پرورش شوالیه، روش‌های نامگذاری افراد برجسته و آداب نظامی بر اثر تسلط آندال‌ها بر وستروس شکل گرفت. همچنین زبان مشترک وستروس در واقع زبان آندال‌هاست که جایگزین زبان مردان نخستین شد. در خلال حکومت هزاران ساله آندل‌ها در وستروس، قاره مجاور یعنی اسوس تحت فرمان روای والریان‌ها بود تا زمانی که محشر والریا اتفاق افتاد. در سال صدم قبل از فتح وستروس در قاره مجاور اتفاقی افتاد که زمینه رو برای نقطه عطف تاریخ یعنی فتح وستروس و قلمرو هفت پادشاهی توسط تارگاریان ها آماده کرد. نزدیک به 5000 سال والریان ها سکان قدرت در قاره اسوس رو در اختیار داشتند. به لطف اژدها، جانورانی که کلید قدرت اونا به حساب می اومد. اما در یک روز شوم بر اثر زلزله و فوران آتش فشان ها دود و خاکستر پایتخت والریان ها رو در بر گرفت. چپ جزیره والریان ها در هم شکست و اقیانوس خشکی ها رو بلعید. تنها یک خاندان تونست از محشر والریا جون سالم به در ببره. خاندان تارگاریان. تنها اژدهایی که در کل گیتی زنده مونده بودند. امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت برده باشید. قسمت بعدی با ورود تارگاریان‌ها به وستروس و داستان‌های هیجان انگیزشون شروع میشه. اگه می‌خواید به محض آپلود ویدیو از اون خبردار بشین، یادتون نره کانال منو سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.